متخصصان افتخار آفرین کشورمان پرتاب آزمایشی ماهواره بر سفیر امید را با موفقیت به انجام رساندند. بینندگان عزیز، عزیزان بیننده، امشب دل من هوس رو تب کرده، عزما آدم اره و بد جوری تب کرده. بله، امشب با استعانت از روی لیف امام، ببخشید، با استعانت از روح لطیف امام و با توکل به مقام عظمای ولایت، موشک ماه و اره بره بره ماه و اره بخشید موشک ماه باره بره سفیر عنایت سفیر آقای رو اسم بازه این گوزی نگه آه بخشید موشک سفیر امید را به آسمان ها پرواز میدهیم. باشد که با روح کبیر آقای مشکینی پرشور شود. آزمان دعا کنید. بله، وشنون این مقام معظم ولایت است که پرتاب می شود. وشنون این مقام معظم ولایت است که پیام می دهد و موشک پرتاب می شود. مقام معظم پای خطم بفرمایید. الان اینجا بگو تصویر من رو نشون ندن. بگو اینجا تصویر من رو نشون ندن. طیبنا انفاسکم ایبنا موشکاتکم. مسئولین جمهوری اسلامی بدانند که این موشک ماهواره بره، نه این گل پسره، ماهواره بره، اما این گل پسره، قریادت نره، بیا بمبم میبره، آخ چه محشره، آخه این کمره یا فنره، بابا شاوره. طیب الله انفاسکم، طیب الله، ای والله موشکاتکم. آفرین احسن. بعد از پیام مقام معظم موشک آماده. نه بایستان چی رو روشن شدی؟ بایستان دوباره از اول موشک آماده برو. داره میره بانات آمای اون باقر ایچستر بیا بیا ایچستر اومد ایچی رو موشقه و ماهوارش افتاد که مگه ماهواره بر نبودیم محمد نجار خواهی بر سرت بکنه یه بشقه و ماهواره رو نتونستی تثبیت کنی؟ سیمپلوما شما در... ولی آین وزرا خوب شده، خوب شدید افتاد ماهواره رو نبرد. حالا میتونیم با همدیگه بشینیم عوض این موشتاکه تو کاخ ریاست جمهوری تا صبح ماهواره نها کنیم. من یه کانال جدید اعلام، من یه کانال جدیدم پیدا کردم تا صبح شو هندی میذاره. آره انی نه هیچ گیره با هیدن بری داره تا صبح آمیتو باشم میگم. خب برای اطلاع از جزئیات بیشتر این موفقیت دانشمندان ایرانی گفتگو میکنیم با رئیس سازمان فضایی ایران آقای دکتر تقی‌پور. سلام بر شما، شبتون بخیر. سلام منم سلام میکنم و خیلی خوشحالم از اینکه انگار منو گنده نشون میدین خودتون انقدر ریس. البته همه در مقابل جمهوری اسلامی و اقتدارش ریس هستند. پرتاب این ماهواره بر چه موفقیت ها و چه دستاورد های جدیدی رو در اختیار دانشمندان ایرانی قرار داده؟ والا موفقیت ها و دستاورد های جدید زیادی رو در اختیار ما دانشمندان قرار داده. یه قلم کپسول آتش نشانیش جا مونده که خیلی واسه خودم جدید بود، اما اصلی ترین موفقیتش برای ما این بود که از اونجا که مقام معظم خودشون هر شب چند بعد میرن فضا، یعنی ستیونو از اونا که میکنه، آره گفتیم ماهواره رو هم بفرستیم فضا که اونجا حوصله‌شون چی سر نره. علاوه بر توجه به شرایط بحرانی منطقه، دانشمندان ما در صددن که موشک عظمابر هم چی درست کنن به وقتش برای همیشه ما عظما رو بفرستیمش تو مدارهای فضایی، خلاصه همونجا تو فضا بمونه. الان بفرمایید که چند تا کشور این موفقیت بزرگ رو، یعنی این کار عظیم رو میتونن انجام بدن که الان کشور ما به اونها، به جمع اونها پیوسته؟ اولا مشخص بشه کشور ما به هیچ جمعی نپیوسته، بلکه تو این موقعیت ما داریم از همه جمع هم گسسته میشیم. اما در رابطه با اینکه چند تا کشور میتونن این کار انجام بدن، باید بگم که تقریبا هیچ کشوری نمیتونه، خیلی معدودن، چند کشور معدود انگشت شمار بی اهمیتی تو اروپا و آمریکا و آسیا و اقیانوسیه و آفریقا هستن.
یعنی کلا سرگرم میخوای بشموری خیلی معدود انگشت شمارن، تازه مثلا بشن 200 200 خوده کشورم که میتونن این کارو انجام بدن. البته نه اینقدر مثل ما اینقدر اقتداردار باشن، اقتدار مدارانه باشه، نه خیلی واقعا ما که اقتدار ما اصلا اینقدر گنده اندازه سیب زمینیه. تازه کاری که ما تونستیم انجام بدیم هیچ کس نتونست انجام بده، چون ما موشکی رو فرستادیم نه ماهواره داره نه فرستنده داره نه گیرنده داره نه اصلا مقصد مشخصی داره، خودمونم نمیدونیم نه باورمون میشه که چیکار کردیم. حالا شما کی رو سراغ داری که اینطوری بتونه موشک بفرسته؟ خیلی واقعا اساسیه. حالا این داستان موشک ما هم داستان همون بابایی که دیدمش بهش گفتم که دیدم زخم و زیری شده، بهش گفتم چرا انقدر زخم و زیری؟ گفت دنبال یه کامیون رو افتادم بشم می‌خواستم بگیرمش. گفتم خب دنبال کامیون را میفتی که انقدر زخم و زیری نمیشی؟ گفت نه من فکر کردم داره میره، نگو داشت میومد. این موشکم احتمالاً میاد اینجوری زخم و زیری.